اگر تمامی خلق گرگ‌های هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد، تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی. ای پناهگاه ابدی، تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی. دکتر علی شریعتی. سلام عرض می کنم به اساتید، به اساتید محترم، به جناب آقای دکتر توکلی زاده، خانم دکتر بقی و اساتیدی که هنوز نیومدن، به اونام سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم به پدر و مادرهای عزیز و به تمام مدعوینی که لطف کردن، تشریف آوردن و گرمای خاصی به برنامه امشب ما بخشیدن. امشب همه ما میدونیم اینجا برای چی جمع شدیم. اگه تقویم رو یه ورقی بزنیم، 12 تیر، جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان مهندسی عمران 83. حالا به افتخار این دانش آموختگان مهندسی عمران 83 یه دست ترتمیز بزنید. خوش آمد میگم آقای دکتر. خیلی ممنون. و اما دانشگاه فردوسی مشهد تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به نارنجکده پزشکی، نخستین گام در راه تأسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد. در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با 5 رشته جداگانه تأسیس یافت. با گسترش آموزشکده عالی در کشور به ترتیب دانشکده معقول و منقول که بعداً به الهیات تغییر نام یافت، دانشکده علوم، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده علوم دارویی و تغذیه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده کشاورزی،
دانشکده مهندسی، به مجموعه دانشگاه مشهد که از سال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افسوده شد. در حال حاضر دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از نیم قرن تجربه آموزشی پژوهشی یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است که به میمنت همجواری با بارگاه ملکوتی هشتمین اختر آسمان ولایت حضرت علی ابن موسی رضا و با تلاش همه استادان و مسئولان اجرایی آن قطب عظیم علمی و فرهنگی و شاخص آموزشی عالی در شمال شرق کشور است. بر اساس مصوبه 104مین نشست شورای گسترش آموزش عالی مورخ 5 اسفند 1353 و با هدف ایجاد یک قطب مهندسی قوی و مناسب در شرق ایران و ایجاد امکانات و شرایط مناسب برای پرورش استعدادهای فنی جوانان، تأمین نیروی انسانی متخصص، اجرای طرح‌های صنعتی و استقلال علمی و صنعتی کشور، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی تأسیس کردید. دانشکده مهندسی در مهر 1354 با پذیرش 30 دانشجو در رشته برق و 30 دانشجو در رشته مکانیک فعالیت خود را آغاز کرد، ولی به دلیل عدم تأمین کادر آموزشی رشته مهندسی برق تعطیل شد و دانشجویان این رشته به سایر دانشگاه‌ها منتقل شدند و بعدها پس از تأمین کادر آموزشی از سال 1358 بار دیگر فعالیت رشته مهندسی در رشته الکترونیک آغاز شد. به دنبال انقلاب فرهنگی در 1359 و با ادغام دانشکده مهندسی و دانشگاه کار و پیشه شاخه مشهد، تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان آن به یک بار افزایش چشمگیری یافت. پیش از این تاریخ دانشکده مهندسی دانشگاه کار و پیشه در سه رشته الکترونیک، الکتروتکنیک، راه و ساختمان فعالیت آموزشی چشمگیری داشت. اینها همه مقدمه بود برای اون چیزی که می‌خوایم ببینیم با هم دیگه. Thank you.
چه اتفاقی باید بیفتد ای همراه که من بدانم و تو که عمر و هستی ما حباب‌وار بر این موج خیز می‌گذرد. فریب صفحه تقویم را به هیچ انگار، حساب روز و شب و ماه و سال را بگذار، حساب لحظه نگه دار که چون فراری پا در گریز می‌گذرد. این اتفاق شاید همان چیزی باشد که فراغت من و تو می‌نامندش از تحصیل، و شاید که بهانه‌ای باشد برای همدلی دوباره ما، برای خروجی خاطر انگیز از سالهایی پرتلاش و پرتکاپو، و ورودی شایسته به سالهای رازآلود پیش رو. باشد که این بهانه شیرین اتفاقی خوشایند رقم بزنیم و جشنی به یاد ماندنی برپا کنیم. تو این 4 سال که ما دانشجوی دانشگاه فردوسی دانشکده مهندسی گروه عمران درس می‌خوندیم، این سعادت نصیب ما شد که جناب آقای دکتر مغربی مدیریت گروه عمران رو بر عهده داشتن. تو این 4 سال خیلیشون رو زحمت دادیم، امشب هم می‌خوایم مجدداً زحمتشون بدیم، تشریف بیارن روی سن و مثل همیشه ما رو نصیحت کنن و از صحبت‌های گرمشون استفاده کنیم. جناب آقای دکتر مغربی رو تشویق کنید، تشویق بیارم بیستم. به نام خدا، با تشکر از حضور دوستان و عرض خیر مقدم به کلیه مدعوین و دانشجویان عزیز و همکاران گرامی، عرضم خدمت شما، واقعا این همت دانشجویان ورودی 83 بود که مجدد جشن‌های فارغ التحصیلی به این شکل با این کیفیت سنگین بناش باز مجدد نهاده شده. امیدوار هستیم که سال‌های دیگه هم با تبعیت از فرمتی که دوستان در واقع پایه‌ریزی کردند این ادامه پیدا بکنه. به هر حال جای تقدیر و تشکر داره از این دوستان که به هر حال کاری رو انجام دادن که نفعش به نفع همه دانشگاه، به نفع همه جامعه علمی کشور هست، که بیایم یک روزی رو به نام روز جشن تلاش‌هایی که در طول یک دوره 4 ساله برای فارغ التحصیلی به انجام رسیده در واقع دور هم جمع بشیم. همینطور که گفتن بهانه‌ای هست برای اینکه با همدیگه همراهی بکنیم. عرضم خدمت شما، تلاش‌ها در این روز در واقع متوقف نخواهد شد. اعتقاد من اینه که کسانی که بیشتر تلاش کردن امروز براشون گواراتره و این تلاش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. همینطور که از راه می اومدم برخی از دوستان دنبال این بودن که این تلاش‌ها رو در مقاطع دیگه، در جاهای دیگه ادامه بدن، و ما برای اینها آرزوی توفیق می‌کنیم در هر جایی که حضور پیدا خواهند کرد. یادم هست روز اولی که این دوستان اومدن، وضع گروه عمران واقعاً به شدت وضع ناراحت کننده بود. ورودی اینها مصادف شده بود با انجام عملیات ساختمانی در راهروی گروه عمران که این قرار بود سنگ بشه. نمیدونم، دوستان رو ما بردیم آزمایشگاه ها و یه مقدار نشون دادیم و اینها، و خوشبختانه امروز روزی هستش که ما باید بگیم که خب الحمدلله دانشکده مهندسی از زمانی که دوستان وارد شدن تا حالا که فارغ التحصیل شدن تفاوت زیادی کرده. از یک طرف دیگه هم برگردیم به درون گروه عمران. گروه عمران واقعیتش اینه که یکی از به اصطلاح قدیمی ترین و بزرگترین گروه های دانشکده مهندسی هست، و اعضای گروه عمران بسیاری واقعا از پیشکسوتان این علم، علم حالا راه و ساختمان، سیویل انجینیرینگ یا مهندسی عمران در کشور هستند، و بسیاری از به اصطلاح همکاران ما که حالا امیدوار هستیم با توجه به اصطلاح چیزایی که من گفتن حضور پیدا بکنن توی این جشن،
واقعا از پیشکسوتان عمران هستند در کشور. و از اون طرف دیگه رسیدیم به مرز عرضم خدمت شما انتهای حالا بگیم رسمی این کار خدمت دوستان در گروه عمران. برخی از دوستان و همکاران ما بازنشست شدن، الان میتونیم حداقل 5-6 نفر از دوستان رو نام ببریم که یا بازنشست شدن و یا یکی به اصطلاح 6 ماه آینده، 1 سال آینده به افتخار بازنشستگی نائل میشن. و این واقعا روز اولی هم که من رفتم و در مدیریت گروه قرار گرفتم گفتم اینجا ملک تلق کسی نیست، اینجا بایستی نیروهای جوان بیاد و جایگزین این نسلی که الان دارن این کارها رو انجام میدن بشه. به هر حال راه بازه، استخدام آغاز شده، نیروهای جوان در راه هستند و بیشترین استخدام ها در گروه عمران صورت گرفته. امیدوار هستیم گروه عمران رو بتونیم واقعا یک گروه جوان و فعال داشته باشیم و دانشجوها هم در واقع از این به اصطلاح وضعیتی که پیش میاد بیشترین استفاده رو بکنن. کما اینکه توی فیلم ها و عرضم خدمت شما توی مسابقات، توی مناسبت ها میبینیم واقعا دوستان و همکاران جوان ما چقدر تاثیرگذار با مسئله برخورد میکنن و چقدر میتونن جاذب دانشجوهایی که واقعا عاشق علم هستند باشند و به هر حال مثل یک شمع اینها پروانه‌وار دورشون میچرخند و در واقع رسالت دانشجویی خودشون رو عرضم خدمت شما به انجام میرسونن. من زیاد نمیخوام مصدع باشم و اصلا هم سخنران نیستم که بخوام در واقع سخنرانی بکنم، فقط این روز خیلی خوب رو به همه دانشجویان عزیزی که با تلاش و کوشش رسیدن به این مرحله و به همه خانواده‌های محترمشون که توی این جشن حضور پیدا کردن تبریک میگم و آرزوی توفیقات بیشتر برای این جوانان آینده وطن، جوانانی که واقعا بیشترین سازندگی رو در کشور باید از اینها توقع داشته باشیم میکنم. زیاد اطاله کلام نمی کنم، از حضور همه دوستان تشکر می کنم و خدای و شما رو به خدای مهربان می سپارم. با تشکر. ترم سه بودیم سر کلاس آقای دکتر سعیدیان، من و دوستانم نشسته بودیم اون ردیف آخر، یه مقدار داشتیم شیطنت می کردیم، اعتراف می کنم. بعد کلاس تموم شد و به آخر رسید و موقع حضور غیاب که رسید آقای دکتر سعیدیان گفتن نبیزاده، البته نگفتن نبیزاده، گفتن آقای نبیزاده، گفتن که خیلی امروز تکون خوردی، نتونستی آروم بشینی سر جا. همش هم که داری با بغلیات صحبت میکنی، امروز چیه که تو اصلا همش داری وول میخوری؟ بعد ما هم دیگه دیوار هاشا بلنده دیگه، هاشا کردیم، گفتیم نه آقای دکتر ما نشستیم و داریم اینجا درس رو گوش میدیم. گفتن نه، همیشه یه لبخند ملی هم رو لبته، از این به بعد میای این جلو میشینی، هر وقت من این لبخند ملی رو دیدم رو لبت میگم بلند شو واسه همه بچه ها تعریف کن، بگو چی شده که تو این لبخند ملی رو لبته. گذشت و امتحان پایان ترم شد و حالا خوشبختانه یا متاسفانه، خوشبختانه من اون درس رو پاس کردم و متاسفانه با اون دوستایی که اون ته می نشستیم اونا افتادم. البته اینم متذکر بشم، من مجبور شدم از جلسه یعنی از جلسات بعد برم اون جلو بشینم. گذشت رو رفتم، بعد که امتحان تموم شد و نمره ها رو دادن رفتم پیش آقای دکتر سعیدیان، گفتم آقای دکتر چجوری بوده، چرا همگروهی های نقشه برداری من مثلا افتادن، امکانش نیست پاس بشم اینا. آقای دکتر به من گفتن یادت اون روزی که بهت گفتم بیا این جلو بشین،
یادت اون روزی که بهت گفتم از جلسه بعد باید بیا این جلو بشینی؟ و اگر تو مثل بقیه دوستات اون تهمین شستی، الان هم حال روز اونا رو داشتی، الان هم مثل اونا اون درس رو افتاده بودی. بعد اینجا بود که من فهمیدم چوب استاد بهز مهر پدر. آقای دکتر سعیدیان یه تشویق حسابی بکنید، جاشو خیلی خالیه. اینا رو گفتم برای این کلیپی که الان پخش میشه. آقای دکتر سعیدیان تشریف ندارن، ولی آقای دکتر سعیدیان رو توی کلیپ توی فیلم میبینیم. سلام دکتر، خسته نباشید. سلام. به عنوان یکی از پیشکسوت های این دانشکده صحبتی با پدر و مادرها و دانشجو داریم؟ هرچه وقت من نصیحتی که ندارم به اون صورت، ولی خب تا اونجا که من در این مدت دیدم واقعا دانشجویان سال 83 دانشجویان بسیار مستعدی بودن و اکثرشون هم ولی دوره های عالیش و بروش قبول میشن. همینی که اطلاع دادید که دانشگاه مشهد به خصوص در گروه عمران من یه وضعیت خوب قرار گرفت و شایسته هم هستش این دانشگاهش بکنم تصمیمت عالی چیز قبول میشن و اشاره میکنم که همگی بتونن تحصیلات عالیه داشته باشن و باعث افتخار ما و دانشگاه ما جامعه بشن. عرض کنم که اولا تبریک میگم که دانشجویان عمران ورودی 1383 دارن درسشون رو تموم میکنن و وارد بازار کار میشن. امیدوارم که در مقطع بعدی موفق باشن. برای اینکه در کار مهندسی موفق باشن باید پشت کار خودشون حفظ کنن، نظم نظام داشته باشن، به هنگام عمل کنن و درستی و راستی رو تو کار مهندسی فراموش نکنن و تا وقتی که جوانن و انرژی زیاد دارن دست از فعالیت بر ندارن و بتانن آینده خوبی برای خودشون بسازن. بنده اولا که این جشن فارغ التحصیلی دانشجویی رو همه دانشجویان فارغ التحصیل و به همه اونهایی که قرار هست در ادامه کارشون رو به اتمام برسونن تبریک میگم. امیدوارم که واقعا یک تجربه علم و دانش روز رو در طی این دوران دانشجویی در واقع کسب کرده باشن و انشاءالله به اون قسم مهندسی که در واقع رعایت اخلاق در کار حرفه‌ای هست پایبند باشن تا تمام در تمام دوره کاری که انشاءالله خواهند داشت. آرزو موفقیت می‌کنم برای آینده که به هر حال وارد محیط کار میشن یا در رده‌ای بالاتر درجات بالاتر تحصیلی انشاءالله که هم موفق باشم و همینطور تبدیل به خانواده هاشون برخواهم که به هر فرصت یک موقعیت بسیار خوبی است که در واقع روز مهمی است برای فرزندانشون که حال تحصیل میشن تبدیل بشن. والا من خودم پدر و مادرم هستم، هر شود که پسر دانشجو هم دارم و صحبت خاصی با پدر و مادرها که جسارت نیست که با اونها داشته باشن، ولی به دانشجویان عزیز خودمون که خوشبختانه همشون خیلی فعال و کوشا هم هستن توصیه میکنم که علاوه بر اینکه درساشون رو خوب میخونن به سایر تجارب زندگی که پدر مادرشون داشتن ازشون خیلی یاد بگیرن. من خدمتتون خدمت هم جناب علی و هم همه عزیزانی که در این ترم فارغ التحصیل میشن صمیمانه تبریک عرض میکنم و آرزومند موفقیت و سلامت عزیزان و انشاءالله تداوم این توفیقات علمی برای اونا هستم. چیزی که میتوانم به صورت کلی همیشه و فرزندان خودم هم
گفتم این هست که به هر رشته‌ای که میرید سعی کنید بهتری باشید. یعنی والدین هم باید به فرزندانشون همین تاکید رو داشته باشن که در اون رشته‌ای که تحصیل میکنن سعی میکنن بهترین باشن. مرا درسی که استاد ازل گفت حدیث عشق بود و رمز مستی. اولا ما قدر این توفیقات رو باید بدونیم، چون شما نگاه کنید الان فرض کنید در بین میلیون ها نفر چه در کشور خودمون چه در سرتاسر جهان که آرزو دارن که از یک تحصیلاتی در این استاندارد و در این سطح برخوردار بشن، شما چنین توفیق بده کردید، لذا این میگن که شکر نعمت باعث افزایش نعمت میشه، لذا ما باید خدا رو شکرگزاری کنیم و بهترین شکرگزاری هم شکرگزاری عملیه. من خیلی خوشبختم که ببینم یه عده از شما به هر حال که این دوران سخت دانشجویی رو گذروندید و دارید فارغ التحصیل میشید. اولا از دانشجوها میخوام که پشتکارشون رو در خارج از دانشگاه هم این همیست که توی دانشگاه موفق بودن انجام بدن و به این مسئله واقف باشن که پشتکاری که در داخل دانشگاه به دست آوردن در بیرون از دانشگاه به چندین برابر این نیاز است. سعی کنن آموخته‌های علمیشون رو با مسائل تجربه خصوصا در رشته مهندسی اردن که یک رشته کاملا کاربردی هستش به نحوی اینها رو با هم دیگه همگین بکنن، آمیخته بکنن و انشاءالله که در آینده موفق باشن. توصیه قطعی من بیشتر به این هستش که در همه مسائل سعی کنن تعقلشون رو به خدا فراموش کنن. نظرم دانستانش رو فراموش میشه به من من کتاب رو بگم بذارم کنم جهو ها رو فراموش هستی شده من اینجوری نیست واقعا من که یاد گرفتم نکات ریز توش هست و زیادی هست که باز لازمم در اصل مورد مراجعه بکنم و باقی کنم دقت کنم چیزی که یاد شد رفت و سیدی توجه نکردم من از من انشالله هم موفق شد. اون دوره ای که در خدمتشون بودم خیلی لذت بردم، بچه های خیلی شاداب سرزنده ای بودن و من واقعا لذت بردم از درس دادن به بچه ها و سر کلاس بودن با بچه ها و امیدوارم آرزو میکنم که دانشجوهای ما بتوانن وظیفه و رسالت خودشون رو که خدمت به مملکت هست انجام بدن و در پروژه های غرور آفرین ملی موفق باشند. فقط دانشجو بایستی دو تا محور رو رعایت کنه دیگه، یکی تعهد، یکی تخصص، و از فرهنگ غرب خیلی خیلی بایستی گریزان باشه. مثلا امروز